من چند وقتی بد جوری قاطی کردم. از وقتی از خوشه جدا شدم اینطوری شدم. خوشه نامزدم بود. حالا کارم اینه که به همه جا سرک بکشم و زل بزنم به خانوما. میخوام بدونم زنا کیان؟ چیان؟ چی میخوان؟ من آدم هیزی نیستم. مثلا این خانم چشه؟ الان تو چه فکری؟ کجا رو میسه کیفو کلی؟ با منی؟ داری منزل ما رو دید میزنی عشقی؟ منزل؟ کدوم منزل؟ همونی که شما بهش میگین همسر، خانوم، زن. پس این خانم همسر شما هستن؟ منزلمونه، خوشم نداریم کسی بره تو کوچه منزلمون. منزلتون یکم به هم ریخته است. برو سنانه، سر پیازی یا تای پیازی؟ بودو بکنم هرچی گوی. گردنت خلاصی داره فوکولی؟ بله؟ نکنه فکر کردی شادوماد تایفیلمی و فقط یه عروس کم داری ها؟ شاخ نهیدی تو دونجوان؟ شاخ؟ علیشون دست از سر این آقا برد. تو بیا کنار، روی کنار. گفتم نگاه تو از شاخ ما بگی. کریم اگه آقا علیش در خدمت هم ها. از یه ناموسیه؟ تو شاخشو بکشم اپا؟ آقا من خودم شاخ دارم. به خاطر همینه چشات میپره این ورومه. فیلش خود این آقا رو. من نمیتونم کی خلاص میشم از دست این وحشیگری. هر وقت طلاقت بدم فهمیدی؟ گفتی مجردی نه؟ حالا دیگه بله.
چشماتونم ببندی. گفتین چند سالتونه؟ 35. ولی بحث سن و سال نیست. من چند وقت پیش یک ماجرایی داشتم. مردا همشون ماجرا دارن. فقط زنان که سرشون بیکلا مونده. مثل خود من. من خیلی وقته که هیچ ماجرایی ندارم. صبح میام مطب، شب میرم خونه. میام مطب، میرم خونه. بعضی روزا اصلا مطبم نمیام. میمونم خونه. از چی بیام؟ از چی برم؟ به چه امیدی؟ به چه انگیزه ای؟ وقتی امید و انگیزه رو از آدم ها بگیری هیچ چیست. آدم باید جفت داشته باشه. آدمایی که عاشق نیستن همدم ندارن، هر بلایی ممکنه سرشون بیاد. غیر از اینه؟ نه. چقدر زود متوجه حرف آدم میشی؟ من حتی یه مدت خودم رو تو خونه حبس کردم، بیرون نمیمادم. خوش تو با کردی عزیزم، نباید میموندی خونه. حالا هر وقت اینطوری شدی پاش بیا مطب. این کیه؟ کی؟ چشاتو وا کن. این همونیه که هنوزم که هنوزه عاشقشم. پاشو بابا جون، پاشو که اصلا مورد خوبی نیستی. پاشو که تو مورد خوبی نیستی. این قرصی رو که برات می نویسم، بله. یکی صبح می خوری، یکی شب. بله بله. بفرمایید. دکتر نمیخواید بگم چه جوری شد که اینجوری شدم؟ اول قرص. وقتی شما تمومه سر منم خیلی شلوغ مریض دارم. اینم با خودت ببر. دکتر من باید بگم قضیه از کجا آب میخوره. همه چیز از یه اختراع دیجیتالی شروع شد که با یه دکتر دیگه روی اون کار میکردیم. همه فکر میکردن ما خول شدیم. دکتر آزرنج. البته دکتر ارغوان یه خوردم به خولی میزد. یه دقیقه بیا، کارت دارم. بیا. چیه خانم دکتر ارغوان؟ بیا. یارو چرا گفت کنی؟ نکنه میخوای عالم آدم بفهمن. ببین فقط به من قول بده وقتی کارمون تموم شد منو قول نذاری بری. وقت تلف کردن ارغوان. تا حالا منو اینجوری صدا نکرده بودی نادر. یه چیزی میخواستی نشونم بدی. نشونم بده دیگه، راحتم کن. حال میکنی؟ جواب میده. جواب میده. جواب میده. جواب میده. اخترام جواب میده. اختراع تو نه. اختراع ما. فقط یادت باشه تا قبل از اینکه نرفتیم ثبتش کنیم هیچکی نباید از این موضوع خبردار بشه. الان تمام حافظه و خاطرات این خانم خرگوشه تو این مموری ضبطه. دیگه میتونیم الان مغزا رو جابجا کنیم. قول؟ قبول قبول. تا آخر عمر؟ تا آخر عمر؟ قبول قبول. تو هم از الان میتونی منو تو مموری قلبت ذخیره کنی. باشه باشه، فقط بریم تو کسی نیومده. اجازه بدین خانم ها آقایون، در دوران جدید طب به روش سنتی دیگه جواب نمیده. خواهش میکنم، علوم دیجیتال طب پزشکی دچار یک تحول اساسی و بنیادین کرده. به عنوان یه ایرانی پس از ثبت این دستاورد مهم میخوام در مورد جنبه های مختلف و توانایی های این روش توضیح بدم.
البته شاید براتون تعجب آور باشه، اینجا جا داره تشکر بکنم از خانم دکتر ارغوان که توی این پروژه دست یاد. دکتر ارغوان، همونطور که ملاحظه میکنید ما تونستیم مغز این خرگوش رو توی کامپیوتر سیو و نگهداری بکنیم. در صورتی که این موجود نازنین توی کما بره میتونیم حافظه مغزیش رو به اون برگردونیم. عجب. به زودی و با تکمیل این پروژه انقلابی در علم نوین پزشکی به وجود خواهد اومد و نام این جانب به عنوان یک مخترع جوان شرقی. اجازه بدید و استاد ببخشید پرواز سر من شیره میمالی جوان شرقی؟ آره؟ مگه قرار نبود که جلسه فوق تخصصی پایان نامه ساعت 3 باشه؟ الان ساعت چنده؟ ساعت 11. بازی خلوم. من دستیارت بودم؟ دستیارت؟ آخه اصلا من میاد دستیار این باشم؟ خانم دکتر ارغوان، خواهش میکنم، به هر حال اصل اختراع که از من، اصل پروژه که مال منه. خیلی خوب باشه، ولی کی تمامش کرد؟ من. رفتی تنهایی ثبتش کردی نامرد؟ دیگه دستم به هیچ جا بند نیست. حالا کی باور میکنه که من و شما هر شب رو خانم خرگوشه کار کردیم؟ خیلی خوب، شلوغش نکن. مگه به من قول ندادی که تا آخرش با هم باشیم؟ باید چی کار کنم من؟ بگو. با من ازدواج میکنی؟ بله. سوت باش جواب بده، کار دارم. همین الان؟ نه، قبل از اینکه جواب بدی خوب فکر کن، چون ممکنه بعدا تقاضاشو پس بدی. پس چرا بایستدی؟ دارم فکر میکنم اگه تقاضی که تو زندگی باید پس بدم تویی. چه آدم خوشبختی هم من. پس دل خیلی یارشی کردی. برای اینکه به تو برسم حاضر بودم هرچی دل تو دنیا بشکنم. پس دل منم یه روزی میشکنی. فکرشم نکن. میگن مردا از چشم عاشق میشن، زنا از گوش. جدی؟ همین. چیز دیگه نمیخوای بگی؟ نادر، تو کل این مدت یک کلمه محبت رو میزه از دهنت نشنیدم. آخ چه وقت بارونه. مهمونه منتظرم. بریم؟ بریم. توی کیو در میاری سر صبح؟ مادر من. با سلامت کن مادر. سلام. مگه من نگفتم مادر من؟ من زنبگیر نیستم. همه مرد اولش همینو میگن، اما بعد برمو صدرشونم میرن.
این پنبر از گوشتون بیرون کنید که من دیگه سمت زن جماعت پیدام بشه. همه شون سر تا یه کرباسن. دختر پری خانم چطوری؟ یه گوله نمکی. ندیدین بابت یه چتر چه علم شنگهی به پا کرد؟ اما از هر انگوشش یه هنر میباره. نادر جون جای یه زن تو اون خونه خالیه. مادر من باید برم کلینیک، بعدم بهت زنگ میزنم. خب؟ مبارکتون باشه. مونتبلا. مرسی. دست شما درد نکنه. قابل شماره نداره. عزیزم امروز روز زنه. روزت مبارک. میذاشتی میمدی خونه میدادی مگه فرار میکردم. ببخشید. خواهش میکنم. توری. توری جان. خجالت آب شدم بابا. امروز روز توه. بگی بمیر. آنی واسه مردم دشمنت بمیره تو خودت گلی گل واسه چی بود آخه عربا خاک آقا می حرف نزن چی کار کردم برات بگه چی کار میخواستی بکنی اینا کوچیک نیست یه قلب و یه توری جان خدا دور نکنه تو کار رو ندی امرو؟ کار من توی زندگی من توی خودتان میدنی بهی جان بهی جان جان میگم به این روز قسم میخوری که هیچ وقت زیر قول قرارت نزنی آخه این چه حرفیه به هر روزی که تو بگی قسم میخورم قول دادی یا قول امان از دست این زبانت بارم کرده دست شما درد نکنه قربان شما به سلامت خداحافظ برو به کار برو زود بیایی یا حتما موضوع خدا. خود باش خدا خدا نگه مصطفی یه سبد گل دیگه از اولی خیلی بهتر بجام ای بچش خر خودتی به من چاخان میگی یه بلایی به سرت بیارم به روز بچی که خودت حل میکنی بریم دنبالش ببینیم کدوم گوری میجه اگرم لازم شد همچین یه چی که بترسونینش چشبا خدمتش میرسیم آبجی خانوم چیه؟ چته عاشقی؟ مجنونی؟ قالت گذاشته؟ شرمنده نتونستم ببینم ات حواسم نیست ایچی حواسم نبود بیا این آدرس بوتیک منه تونستی قسمت شد یه روز میای پیش من یه دوره واسط میذارم چته؟ جوون که نباید پریشون باشه حتما بازم ببخشی شرمنده اینه مال کیه؟ این گلا رو واسه خودم گرفتم میخواییم بوش کنی؟ واسه چی بکنم؟ درکتون میکنم آقای دکتر چون خودم هم دیروز دقیقا همین وضعیت رو داشتم خیلی حال بدیه خیلی بایش یک ساعت تمام آقای دکتر من زول زده بودم به شیشه روبرو بلا تکلیفی پدر در میاره آقای دکتر شوخی نیست میدونید اگه طرف بذاره واسه همیشه بره دیگه خیالتون راحته که رفته وای ولی وقتی میدونی که هنوز میتونی بهش فکر کنی
این امونتو میبره آقای دکتر، ببخش. خانم پرسیدم این مغز مال کیه؟ آقای دکتر شما هم کمش حرف خودتونو میزنین، مغز همین یاروه که تو کماست دیگه. کما؟ بهروز درخشانی 35 سالش ضربه مغزی شده، تپلکی زیرش کردن آقای دکتر. این که اینه، میشناسینش؟ دو ساعت پیش نزدیک بود زیرش کنم. از یه ناموسی بوده؟ خصومت شخصی باش داشتی؟ نه خانم، خصومت شخصی چیه؟ کارتشم بهم داد. عجب دنیایی شده آدم، دو دقیقه دیگه خودشم خبر نداره. گفتین آقای دکتر، واقعا که چه دنیاییه. منم همین چند دقیقه پیش داشتم به حرف شما فکر میکنم. کمک کنید مغزش رو سیف کنیم. بله، ولی من که میگم محاله. حواستون رو جمع کنید. میدونین راستش به نظرم همونقدر محاله که یه عروسی یه دفعه سر سفره ناغافل بگه نه. یعنی تا حالا عروسی ندیدین که سر سفره به دامادش بگه نه؟ مگه شما شنیدین؟ آره شنیدین؟ فکو فامیلتون بودن؟ نه، تو یه کلیپ تو ماهواره دیدم. ندیدنش؟ منم دیدم اون کلیپ رو. وای عزیزم، دختره که عروس شده خیلی قشنگه، آخرش هم میره زیر ماشین تفلک میمیره. حالا شما تصور کنیم با یه 3-4 سال اختلاف سنی خواننده کوپ دکتر صدره. وای انقدر من گریه کردم آقای دکتر اون کلیپ، انقدر گریه کردم. میشناسینش؟ کیو؟ دکتر صدر رو میگم. چرا؟ بین خودم بمونه ها، از من خواستگاری کرده. حالا داشته باشین که مثلا هیچ جوابی هنوز بهش ندادم. چرا؟ برای اینکه بسیار آدم پرمشغله‌ایه. صبح تو مطبش عصر رو میاد اینجا، یک عالمه مریض اصلا نمیشه دیدش. بعدم یه ایرادی داره، تا به آدم میرسه آقای دکتر شروع میکنه از آدم ایراد گرفتن. یکی نیست بهش بگه مرد حسابی، خودت این کارت درسته که موبایل تو هی رو آدم میبندی، هی میپیچونی آدمو. به دل نگیرید، احتمالاً به خاطر خطاست. ولی از یه جای دیگه هم آب میخوره. من چند وقت رفتم تو کار رژیم. کدوم رژیم؟ نه، اصلا سیاسیش نکنین آقای دکتر، این یه جور رژیم احساسیه که آدم به زندگی امیدوار میکنه. چند سالتونه مگه اینقدر ناامیدی؟ 30 سال آقای دکتر، ولی میدونم که 9 ماه و 9 روز و 9 هفته دیگه به زندگی امیدوار میشم. مگه میخواییم بزاین خانم؟ آقای دکتر نه، میتونین این مربوط به همین رژیمه، یه ذره رگ خواب داره، برای که یه رژیمیه برای کنترل احساسات. من اگه تا 9 ماه و 9 روز و 9 هفته دیگه بتونم خودمو کنترل کنم درست میشم. بعد میدونین که من اصولا اشکم دمه مشکم، مثلا این فیلم های هندی صحنه‌های پر استرس رو که میبینم همینجوری اشکام میاد. خودتون الان کنترل کنید، کلی کار داریم. آماده؟ حاضری؟ بله. 3 2 1 0. میکنم راجع به این قضیه با هیچ کس صحبت نکنید. نه، اون قضیه خواستگاری دکتر صدر رو نمیگم. نه خانم، این جابجایی اطلاعات مغز رو میگم. میخوام تو دنیا اینو توپ بتره کنه. میتره کنه انشالله. فقط خواهش میکنم این اطلاعات و این هارت رو یک جای امن بذارید. مریض کوچکترین واکنشی نشون داد منو خبر کنید. کجای خانم دکتر ارغوان که ببینی چه کردم من با این اختراع. دکتر ارغوان دیگه کیه؟ هیچکی. خانم دکتر ارغوان هیچکی نیست. سلام آقای دکتر. سلام. چی شد؟ زنده میمونه؟ کی؟ بهی بهروز دیگه، آقا بهروز درخشانی.
امید به خدا، امید به خدا. وای نگید تو رو خدا، یعنی هنوز امیدی هست؟ ما منتظریم مغز جواب بده، ایشالله که عمرش به دنیاست. میخواست از سال سیاه نباشه، خاک عالم. گفتم سقط میشه از دستش راحت میشم. ببخشید شما چه نسبتی با ایشون دارید؟ زنشم دومی، هنوز اولیرم طلاق نداده که. چی کار کرده که اینقدر ناله و نفرینش میکنه؟ چی بگم آقای دکتر، جون مرگ شده بخواد هوو بیاره سرم. هوو؟ بله هوو که خودتونید دومی. خب زن اولم دارم ازش جدا میشم، چه میدونم به هم نمیسازیم، به هم نمیایم، زشته، بچهش نمیشه. خلاصه هزار تا چاقو ساخت، یکیش دست نداشت. اولی رو طلاق نداد هیچ، پا دومیرم آورده وسط. دومی که خودم ها که، پا سومیرم آورده وسط. آقای دوتو اصلا من در تعجبم. یک آدم آس و پاس چلنبر چرکی چقرمه، این چی داره که هرچی زن آسه عاشقش میشه؟ بس که زبون داره، زبون داره اما عاطفه دریغ. چی بگم آقای دکتر، چی بگم؟ چی بگم والا؟ شما چی بگی؟ من چی بگم؟ بله شما، شما بگی. آقای دکتر میگم شما غریبه نیستی، محرمی، بین خودمون بمونه. گوش میکنین چی میگم آقای دکتر؟ بله. منم دیدم اینجوریه، از دو داداشای لندبورم خواستم همچی یه چی که بترسوننش، یه کیسه هرکی بکشن. بله آقا، این دوتا هم نه گذاشتن نه برداشتن. چی دارم میگم من؟ زنده میمونه آقای دکتر؟ بله بله خوب کردم آ، خوب کردم. الهی جز جیگر بزنی تقاسشو پس بدی. یعنی این مردا حقشونه همه یه جایی تقاس پس بدن. همه آ، همه با. همه آقای دکتر نمیذاره دو کلم باهاش حرف بزنم، اخلاق نداره که. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر، این بهروزه زنده میمونه؟ فقط تو رو خدا نگید که میمیره. کلی به اون بده کاره، این پولامون حبیلی همون نشه با. با اجازه. خواهش میکنم، بفرمی. صفحه چندی؟ پنجاهمین باره که از خونه بیرونم کرده. این مادر منم شورش در آورده. از یه طرف میگه جایی از زن توی این خونه خالیه، از یه طرف میگه دم به دقیقه شما رو میفرسته سر وقت من. اگه موضوع من برگردم نادر جان. نه بابا این حرفا چیه؟ بابت یه قضیه دیگه گفتم کلا. من دیگه از خیر زن من گذشت. زن من یا خوشه؟ خوشه؟ خوشه دیگه مرد واسه من. نادر جون، خواهر محلقا اوکی و داد. یه تو که با بعد بریم دیدنش. بابات نفهمه ها، این چیزا سرش نمیشه که. خیلی هم دهن لقه. دختر اولمپیادی مثل خوده. نادر، نادر جان، ایوان، چرا گوشی رو معلی میداری؟ نمیخوای دو کلمه از مادرت بشنوی؟ شما جوانا همه تو سر و تایی کربازی. الو، نادر، گوشی رو مردا دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ عادتمه، بعضی جا رو سرزده میرم. با چتر؟ منتظرم بارون بزنه.
اگه اومدی بگی پشیمونی دیگه دیره. چیه میخوای بگی که ازدواج کردی؟ خبرشو دارم که نکردی. بعد اون کار تو اون شب فکر کردی دیگه طرف زنا میرم؟ تا وقتی که یاد نگرفتی چجوری با یه زن بر رفتار کرد، تا وقتی که نشناختی خانما رو، همون بهتر که طرفشون نری. صبح کله سحر اومدی درس اخلاق بدی؟ نه. حدس میزدم بعد اینکه من از دست بدی دچار افسردگی بشی. نادر، تو فقط یه گوشه از بدبختی های منی. ای کاش کاری از دستم برمیمد، ولی حیف. نه، خوب شناختمت، خیلی از خود متشکری. متشکرم؟ از تو هم متشکرم. خدا میدونست اگه با هم میرفتیم زیر یه سقف چی نصیبم میشد. خدا رو شکر یه نگفتی و خلاص. چی جوری روت میشه از سقف صحبت کنی ها؟ تو حتی نمیتونی یه چتر رو سر دو نفر بگیری. کی؟ من؟ بله. این همه را اومدی این حرفا رو بزنی، ایمیل میزدی؟ نه خیر، حرفای مهمتر از اینا هم دارم. چی؟ امان از بارون بیبخت. هفته دیگه عروسیه. دخترم و پسرم و بهبه. کارت نفرستی یا نمیام؟ من فکر کردم میای. به رگ غیرتت بر میخوره میای عروسی رو به هم میریزی. چرا؟ به پایم پیشی؟ هرچی فکر میکنم اینم اشتباه نکردم. تو کل این مدت با خودم کلنجار میرفتم، میگفتم خوشه، نکنه اشتباه کرده باشی. چه نتیجه رسیدی؟ که تو آدمشو نیستی. دیگه خیلی داری تون میری دخترها. نگه دار. دکتر آذرنگ، دلم میخواد وقتی میری جلوی آینه وای میستی یاد حرفای امروزم بیفتی، از خودت خجالت بکشی. نمیدونم، تصادف کرده بود تو خیابون آوردنش. چه قشنگه. میگم یهو دردسر نشه شما آوردینش اینجا. به جای حرفا خانم رستگار این هارد رو بس کن به دستگاه. آخه این حیف آقای دکتر، اینو تو رو خدا به هوش بیا. بلکه من برم واسه برادرم خواستگاریش. از اون کیس هست که به فک و فامیل ما میخوره. خدا باید باعث و بانیش لعنت بفرسته. شروع میکنه. نادر، بی خیال این دخترشو، شب و روز تو خواب و بیداری داری حرفشو میزنی. میترسم کار دست خودت بدی. مگه چی کار کردم؟ خودت الان گفتی تو کماست، همه چیشم دست توه. خب پاکش کن بره دنبال زندگیش. مغزشو پاک کنم؟ نه، اونو پاکش کن، اونو گفتم. Hey, hey.
جواب داد؟ ببخشید. نه آقای دکتر، باید رژیم رو عوض کنم. کار شما نیست. بهتر فیلماتون رو عوض کنید. مریض تازه؟ خبر تازه؟ چی؟ دستاشو تکون داد. کدومشون؟ هارداشون رو بذارین تو دستگاه. عجله کن. این کارها دیگه بلدیم آقای دکتر. حاضری؟ بله. وقتش جفتشون رو بفرستیم برن خونهشون. آماده؟ 3 2 1 0. این برادرات بگو دست از سر من بردارم. دخترم رد یه چطر نتونستی رو سر من بگیری، با من از سخت وقت بزنی. خانم رستگاه، آقای دکتر یه چیزی براتون درست کردم، باید بخوریدش. بفرمایید، فشارتون قشنگ معلومه افتاده، یه قلوب بخوری. دختره چطوره؟ دختره که هنوز بهوش نیومده آقای دکتر، ولی ایشالله اگه خدا به خدا بهوش بیاد، بعد ایشالله اگه شوهرم نداشته باشه، میخوام برم واسه برادرم خواستگاریش. عزیزم، همش تقصیر شماست دیگه. چرا گذاشتین بهوش بیاد با اون رژیم هشکتون؟ به من چه کاره؟ مثل که حالتون خوب نیست، من زنگ میزنم دکتر صد بیاد. نگیر خانم رستگار، دکتر صد میخوام چی کار کنم؟ واسه که حالتون خوب نیستش، اجازه بدین؟ وای خاک عالم، عرق سرد کردین. اجازه بدین من زنگ بزنم دکتر صد بیاد. دکتر صد میخوام چی کار خانم رستگار؟ نگیر. آقای دکتر هزیون دارین میگین، حالتون خوب نیست، خود زنگ میزنم دکتر صد سری خودش رو میرسونه. آخه نمیدونین که رابطه هم تو این چند روزه یه خورده با هم جدی تر شده، احتمالا بله رو میگه. من زنگ میزنم آقای دکتر، شما حالا به حساب من اهمیت نمیدین، به سلامتی خودتون هم اهمیت نمیدین. خیلی خوب، الان میگیرمش. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
خیلی خوب، خودم میدونم پیچونده منو. باشه، میرم تو بخش دنبالش. سلام. چی شد آقای دکتر؟ هوش اومد؟ دلم شور میزنه. بله متاسفانه به هوش اومد. و چرا میگه متاسفانه؟ میشه دیدش؟ چیشو میخواییم ببینی؟ یعنی چیشو؟ خودشو دیگه، شوهر ما. اگه تا حالا ندیدینش، الان میرین تو باش یکی به دو میکنید، اصلا براش خوب نیست. میگم بهتون که ببین. نه آقای دکتر، خدا شاهده کاریش ندارم. اونا همه چیو واگذار کردن به خودش. سلام. گوش بدین چی میگم؟ گذاشتم به هوش بیاد یکم باش حرف بزنم، بلکه از خر شیطون بیاد پایین، این دختره رو ول کنه بره پی کارش. گوش کرد کرد، نکرد میدم این دوتا نرقولا یه چی که بترسونش. بعیده دیگه آدم شه خانم، هنوز به هوش نیومده اسمش آورد. اسم کیو؟ نمیدونم، گفت توری، توران، توری جان. توران به تصدقت بشه، توری منم که من از صدا کرد آقای دکتر. آقای خدا، آقای دکتر، خودم خبرتون میکنم خانم. چشم، خدا خیرتون بده. دیدی آبجی اینقدر شلوغش کردی؟ بین زناش فقط اسم تور آورده بود. نزدیک بودی بنده خدا رو به کشتن بده آبجی جون، به خاطر هیچ. خوبه خوبه، باز احساساتی شدن این دوتا. چشم، من کار دارم با این. سب کن به خوش بیا. وقتی که هیز چش چرمو
نترسین، الان یه آرام بخش بهت میزنم حالت خوب میشه. به ارواح خاک آقام اگه اینو بخوای بزنی آنچنان عربدهی بزنم که هر کی تو بیمارستان پاشو بیاد اینجا. ببینه چه بلایی سر من آوردین. نترسین، شما فراموشی گرفتین. از چرا همه چی یادمه؟ فکر میکنه یادته ولی یادت نیست، یعنی زندگی بابای دیگه یادت میاد، فکر میکنی زندگی خودته. بابا آقای دکتر چرا چرت و پرت میگی؟ من همه چی یادمه بابا، من بهروزم، بهروز بوتیکی، بهروز لویسیتول، بند و بله. بابا ایوه الناس، من بوتیکم تو کل تهران معروف بود، یعنی هست. آروم؟ چطور آروم باشم؟ بابا اونو بگی کنار دیگه. آروم؟ بابا امروز من با یه خانم محترم چش سبز قرار داشتم برم محضر یه آپارتمان به نامم کنه. آروم؟ آقای دکتر اومدم بهتون بگم من هستم. اگه کاری داشتین خانم رستگار، من یه قرار نبود به این دوتا آمپول بیهوشی بزنید ها؟ اون یکی رو زدم ولی خانم پرستار تو رو جدت به ما بگم ما چرا این ریختی شدیم؟ شما خیلی هم ریختتون خوبه. خانم رستگار شما بفرمایید، من خودم با این آقا صحبت میکنم. آقا؟ منظورم همون خانومه. نخه همون آقا درسته. عوارض بیهوشی ها بعد بیهوشی. بفرمایید خانم رستگار. من خودم این چیزا رو واردم، خوبم میدونم. مبارکتون باشه، لباس واسه خودتون زیر سر گذاشتین. چشم، منم میرم دنبال نخود سیا. آقای دکتر نمیخوای به من بگی جریان چیه؟ ببین خانم، باز میگه خانم کیلو چنده؟ بابا داریم با من چیکار میکنیم؟ برای چی منو با اون خانم عوض کردیم؟ برو بینیم بابا. ببین آقای دکتر، این منم، این خود منم، به ارواح خاک آقام این منم. این آمپول بهت میزنم درست میشی، برمیگردی به حالت قبلت، میشی این جون من. راست میگی؟ بله یادمه، خوب یادمه. شما رکورد نامردای عالمو زدی، بعد اسم تو گینس ثبت بشه. تو واقعا چطوری رود شد زنگ بزنی به من؟ اذیت نکن بچه. با من بودی؟ نه با شما نیستم. خانم دکتر ارغوانی، این اختراعمون یه ایرادی داره. چه غلطی کردی دکتر؟ میگم من یه مغز یکی رو بریزن رو سر یه کس دیگه، چیکار باید کرد؟ چی؟ میگم اگه حافظه دو نفر رو با هم عوض کنن، چیکار باید کرد؟ باید دوباره برن تو کما تا بشه هارداشون رو عوض کرد. آقای دکتر یعنی راه دیگه ای نداره؟ پیشنهادی؟ نه. تقاصشو پس دادی؟ هیچی، هیچ کار. از اون مریضمون چه خبر؟ هیچی، یه آمپول دیگه بهش زدم. راستی بهتون گفتم ماجرای جدیدم با دکتر صدر؟ نه. آقای دکتر آدم اصلا نباید بی خودی قضاوت کنه. اون روز بود که من حسابی کلافه بودم. بله. با دکتر صدر بیچاره منو نپیچونده بود. الهی بمیرم، یه عمل 3 ساعته داشت اون یکی بیمارستان. آقای دکتر به هوش اومد. یه آمپول بهش بزن. چطور رود میشه با من از سخف حرف بزنی دکتر؟ بابا زدم، یه دقیقه مهلت بده نصر کنه. ببخشید آقای دکتر. آقای دکتر، آقای دکتر بیاین، این داره ارور میده. یعنی چی؟ آقای دکتر فکر کنم هارد بهروز درخشانی سوخت. هارد دختره چی؟
علیک سلام. میشنزیم همون؟ آخ، اگه تو رو اینجا ندیده بودم فکر میکردم اینجا جهنمه. از چی حرف میزنی خانم؟ من از کجا میشنسی؟ بابا، من بهروزم. بهروز؟ بهی؟ بهی؟ بهروز لویسیتو مونجا بله. بیجا پس توی خدا رو شکر. آره منم. آره و درد بیدرمون، آره و زهر مار. منه باش فکر میکردم یک دره اطبارا رو فقط واسه من میاد. چند وقت با همین؟ با کی؟ عقدت هم کرده؟ راستشو بگو، عقدت کرده یا چی؟ توران جان زبان و زهر مار. ببین چشمتو با کن، خوب به من نگاه کن. به من میگن توری، پا تو از تو کفش من میکشی بیرون میری دنبال کار و زندگیت، وگرنه جفت چشمایی بزن نیمروتو میکشم میارم بیرون. هم دخترگی بی حیا هلک هلک برای من راه افتاده اومده تو بیمارستونی ادا وصول در میاره دریده حیا رو خورده آبرو رو قیده. تو چرا حالیت نیست؟ چی رو حالیم نیست ها؟ چی رو حالیم نیست؟ ببین من تو نکبت چرخ چرخت برای با هم به میخ میکشم. صاف کن به خوش میاد، صاف کن به خوش میاد. خیلی خب بابا، صدا شانس من بالا میکنه. بزرگ اگه دیوونه گیزد بالا اینه خانوادهش. صاف کن بینم به کی گفتی دیوونه؟ پرستا آی عباد، عباد کدوم پولی هستی شما؟ سلام. سلام از ماست. خیلی چاکرم. بایزد اجازه ما هم در شماست. هستین؟ کجا رفت این دختره؟ کنون دختره؟ شما که فقط بلون بونین، همین زلی شده که پاچه کرده تو کفش من. چی شده من یه آبجی؟ قرص نکنم یه سر و سری با این بهروزه داره. میخوایی زیدش کنی؟ لازم نکرده، فقط یه چی که بترسولینش. زیرش نکنه خونش بیفته گردن ما. چشم بریده. چشم ببین اسخر جون، اگه مرد که خدا رحمتش کنه فاتح، ولی اگر زنده بمونه وا نخواد با من یکی تصفیه حساب کنه ها، به جون پدر زنم خودم خرخرشو میبرم. منم به جون مادر زنم خرخرشو میجوام. ای وای چیزی شده آبجی؟
داداش دمت گرم. شاکرین. این دوره برای کلانتری نزدیک کجا؟ کلانتری واسه چی؟ شاکی هم آقا، شاکی. از کی؟ از عالم آدم شاکی هم. از همه اونایی که این بلا رو سر من آوردن. کیا؟ اول از همه از دوتا لندور نامرد که زیرم کردن و گذاشتن و رفتن. بریم با مدخوا مدخوا داری لب تر کن. سرتون درد آوردم. خدا قسمت کرده بود با یه خانوم نازنین آشنا شده بودم. چشای زاق، محترم، پولدار. گفتی با یه خانوم؟ بفرما بس چی میگن تو این مملکت هم جنس باز وجود نداره؟ اوموسکسواله. برو ببینیم بابا بیخیال. با عربای خاک بابا من خودمم، خود خودم. چی میگه این امان؟ من امادم، اینم داداشم عباده. مخلصی. شاکری. آقا، آقا همینجا نگه دار. آقا میگم همینجا نگه دار. کجا داری منو میبری؟ پیکنیک. چقدر دلت میخواد فریاد بزن؟ کمک! میخوای زندگی آبچی ما رو اصلا بپاشونی؟ آره بابا، بعبه خاک آقام اشتباه گرفتی. هر کاری بگین انجام میدن، فقط بذاری من برم. چه گیری کردم من؟ صدا در نیاد بابا، با اونی که میپرستین، هر چی که قبول دارین، من اونی که فکر میکنین نیستم. مگه خودتو خواهر مادر نداری؟ اسم خواهر ما رو نیار. راستی اون ناموس اونجا صحبت نکن گفته باشم. عجب گیری کردم من. چی کار کردم که بعد اینجوری تقاضا پس بدم؟ ها حالا خدا رحم کرده من زن نیستم. باز گفت من زن نیستم. حتما ما دوتا هم مرد نیستیم دیگه. نکنه فکر کردی ما کوریم. اما در را بگیرش. اما چون بگیرش. اما چون بگیرش. کجا؟ هر جا میسیدیم. هر جا ولی دیرت بیاریم. نه ما فرما کنه. همونجا باستی. فلنگو با من که خیته خیته بزن با چاگه ما بایسی 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 بیش ککونه خوری. خب رسیدیم به اینجا که از خونه فرار میکنی ها؟ فرار کدومه جناب سروا؟ کسی که از خونه فرار میکنه باید منتظر هر اتفاقی باشه. من اصلا نمیدونم شما در مورد چی دارین صحبت میکنین. من که میدونم، پرونده‌تون اینجاست. همه رو مطالعه کردم. ایشون نامزدتونه؟ نه خیر. ولی من اندازه کافی نامزد دارم تو این شهر. ای بابا. خانوم شورت اسلامی رعایت کن. بفهم چی داری میگی. خانوم آقا هر چیزی انسان آدم باشین دیگه. دور و برت یه نگاه بنداز.
ملازم ما رو کن، سلامتی تو کشور اسلامی داری زندگی میکنی. ای بابا خود آدم رو تنگ میکنه. آقا با شما راست ایشون سر سفره عقد به شما نگفتن؟ بله دروغ میگه جناب سروان، مثلا تو زندگی به کسی نه نگفتم. وجدانن چرا سر سفره عقد به این آقا نگفتی؟ من چه میدونم، از خودش بپرسی. میپرسم. بپرسی آقا خودت دو قضیه چیه؟ بگو. یه چتر. چتر خوندم بربنده تو همینجاست. همینجا میدونم واسه هم میخواستی ازش انتقام بگیری. چتر انتقام کدومه بابا؟ این حرفا چیه جناب سروان؟ مگه اینجا دادگاه صحراییه؟ نزاعت ما اینجا همینه. شما کار به این حرفا نداشتاش. ببین من چی میپرسم ازت. من نیتم خیر بوده، فقط میخواستم برگرده به وضع سابقش. همین وضع سابق؟ من چی گرفتاری شدم؟ آقا این خانوم آقا خانوم آقا آقا حالا هر چیزی، ایشون اگر میخواست همون بار اول بله رو میگفت. عزیز دلم شما تحصیل کرده ای، دکترا گرفتی توی این مملکت، حتما قبلش دیپلم هم بهت دادن دیگه. ها تو دیپلم داری هنوز نمیدونی اگر چینی نازک دل خانومی شکست هیچ چینی بنزنی ممکن نیست بتونه اون رو ترمیم کنه. آخه دکتر انتقام اونم این شکلی تو جنگل. هم دستات کیا بودن؟ جناب سروان برادر زنه من. از شما نپرسیدم با این آقا بودن. من کلن بیگناه هم. دادگاه معلوم میشه. اما این قضیه چتر چیه؟ خسته نمیشه. خیلی هم متشکرم. آقا شما زحمت دیدش همین خانوم هستش. آقا هستش نمیتونم بابا هر چی خودش میگه. این دستبندش رو باسون خلاصش کنه. بله جان. خیلی متشکرم. عزیزم این بچه ها بد جوره قاطی کرده. از من میشنوی زودتر شوهرش بده و بره دنبال کارش. به فکرش هستم جناب سروان، اما خوش شوهر خوب آدم خوبی باشه شوهرش هم پیدا میشه. بله میتونی ببریش. خیلی متشکرم. به سلامت. دست مادر بکن. آخ آخ دست شما درنه. بریم. کجا؟ همون جایی که ازش فرار کردی. خونه را بیافت. خونه چیه؟ را بیافت. را بیافت. بابا اینجا همه دیوونه شدن. همین مونده بود پام به این جورچه ها باز بشه دختر. آهای دکتر واقعا معنی متشکر. زحمت کشیدین، آبروداری کردین، مهربانی کردین. مرسی آقا، مرسی. جناب سروان تکلیف من چی میشه اینجا؟ شما امشب کلانتری مهمون مایی. بسپار یه سندی، وثیقه، چیزی بیارم برات بذارم تا وقت دادگاه.
خودتو لوس نکن بهروز. صداتو مثل زنه که یکی دوباره چه کلکی سوار کنی. تلا جان عزیزم نه یه لحظه گوش کن. نه بابا به عرب خاک آقا من صدامو عوض نکردم. به خود خودمم خودم. من که میدونم خودتی، چون شماره اینجا رو فقط تو داری. پس عددخوار در نیار. بهروز بین من و تو همه چی تموم شده، میفهمی؟ عزیزم هنوز شروع نشده؟ یا مثل آدم حرف میزنی یا تلفن رو قطع میکنم؟ ای بابا طلا جان، آخه چی جوری من حالیت بکنم که چی به چیه؟ بهت حق میدم. تو این چند روزی که غیبه زده بود خیلی چیزا دستگیرم شد. آماراتو گرفتم، میدونم زن داری. خب عزیزم طلاقشون میدم. مگه چند تاون؟ خب همه یکیو. دیر شده بهروز بوتیکی، بهروز خان. ای پس آپارتمان چی میشه؟ کشت مرده اون روت هم به خدا. بابا طلا جان تو به من قول دادی، گفتی حساب این طلبکارام هم صاف میکنی. اول از همه باید دهن تو یکی رو صاف کرد که اینجوری با احساسات من بازی کردی. یادت چجوری تو بوتیک خرم کردی؟ گفتی پول از من باشه کار از تو. طلا جان گوش کن عزیزم، آخه تو نمیدونی من تو چه وضعیتی گیر کردم. آخه چه خاکی بریزم تو خر خودتی. خاکی بر سرت طلا، حقته. اون یه نگفت تموم شد رفت بابا. هنوز تو شوکم چطور همچین وحشیگری کردی؟ پام به کلانتری واز نشده بود که شد. همون روز که اون مزخرفات رو آینه نوشتی این روزا رو میدیدم. بهت هشدار داده بودم فکر این دختره رو از سرت بیرون. الان دیگه نمیتونم. حالا هم قلبشو میخوام هم مغزشو. اینقدر آیی هست نخون بچه، جوون روغن نباکی رو باشتا برو باش صحبت کن. اگه بازم بگه نرچی همون جون. ای بابا اول مگه تو باید چوانده بچه از اون هیکل و سیبیلت خجالت بگیر. چه کنم که دلم گیر خوش هست همون جون. بهتر برو بله رو ازش بگیر پسرم، منتظرته. برو دیگه میشه شما بیای که برو فدت چه برو دیگه. باشه همو جیم. عجب بچه هایی بده میشن تو را خدا. جوان های امروزی رو باش خوشه خانوم. همونطوره میخوای وایسی بر رو بر من رو نگاه کنی هیکل. سلام. سلام. چرا اونجا وایسادی؟ بیا بشین پیش خودم. منتبلا چقدر عوض شدید خوش خانم. نه به اینکه از بچه که از دستم فراری بودی، نه به اینکه حالا میخوایی من بشینم کنار. دستت درد نکنه. خب برو سر اصل مطلب. راستش میدونم هنوز نتونستم دکتر بی معرفت رو فراموش کنی،
ولی من ذره‌ای به دل نگرفتم. من کل زندگیم زیر و رو شده، اون وقت میگی ذره‌ای به دل نگرفتی؟ بالاخره دل منم شکسته خوش خانم. تو با اون هیکل دلم داری؟ اندازه یه گنجیش. گفتی اسم کوچیکت چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی میخوای همه چی رسمی باشه اینه دوتا غریبه؟ من کشتی مرده همین نجابتتم. من زبیهم زبیالله داوودی، پسرم با مرام شما. مرامم داری؟ تا دلت بخواه. مونده بله بله. دیگه چی؟ دیگه چی داری؟ هر چی بخوای. پول مولم داری؟ آخه به تو چه؟ تو رو سنن آقا جان، دخترم اختیارشو دارم. از کجا مطمئنه دختر خودتونه؟ بله آقا. شوخیت گرفته نادر جان، یادم خودم خوشه رو به دنیا آوردم. این دختر یکی دیگه است محبوب خانم، یکی دیگه است. تعویض بگیر خانم، تعویض بگیر. پسر جون من به اندازه کافی از دست تو کشیدم. یکی نگاه کن، نگاه کن، آب شده رفته پیکارش. حالا همینم مونده که چرا پالی بتونه اجازه وارد خونه من بشی و به من بگی این دختره دختر من نیست. خواب نما شدی دکتر جان. ببینید آقای رضایی، قهوت سرد نشه دختر گلم. این دختر گلتون، یعنی این پسر گلتون، شما پدر مادرش نیستین. حافظش مال خودش نیست، گای خودشه گای یکی دیگه. دکتر جون برو بیرون، برو بیرون، برو تا پلیس خبر نکردم دیگه داری اون روی سگ منو بالا میاری. بیرون. اصلا چرا از خودش نمیپرسی؟ ببین آقای دکتر، بنده یک بار دیگه محترمانه بهتون گفتم که میخوام همسر یک آقای بسیار بسیار جنتلمن پولدار بشم. افتاد؟ منتبه هیچ شدی آقا جون، حالا برو پیک کارت. تو دیگه چی میگی بهروز بوتیک؟ ببخشید بهروز بوتیک؟ بهروز بوتیک دیگه کیه؟ ببین آقای دکتر آذرنگ، اون عوضی هم که گفتین خودتون هستین با خانواده محترمتون، دیگه دفعه آخرتون باشه که با خانواده عزیز من اینجوری برخورد میکنین. افتاد؟ بفرمایید. برو پای کارت. برو دیگه. خب این قهوه ها داغ هنوز مامان؟ سه تا قهوه فرانسه برای سه تامون. نه. دست گلش رو بادر. دیوانه شدن. به خود تو بله بله بابا بله مونته بله مونته بله مونته بله. یه اون بود که دلم میخواست اینو بفهمی. ای بابا گذاشته رو میریز دور، پشت سرت هیچ وقت نگاه نکنه، میشه جلو رو تو ببین. جلو تو ببین ای بابا، بپا بپا لمر به کشتن میدی. من با تو ببینم خوشبختم فدا چی بمیری. حالا حالا کلی کار دارم باها، هر کاری بخوای برات میکنم. میخوام ریام به جست جور، فقط به خاطر تو عمرم رو میریزم به پاد. تو چی؟ تختی تک نفر است. آخ راست میگی، ما دو نفری. اگه شک داشتی. خیلی خوب بابا، بیا بریم.
الو الو، مگه شهر هرت باش ازدواج میکنم؟ فکر کردی اینجا جالیز منم هویجم؟ چی میگی؟ زندگی خودمه دیگه، تو چی کار این وسط؟ زندگی خودم، حالا شد زندگی خودت ها؟ کله پوک. ببین من با همه کله پوکم طرف تو یه نظر محک زدم، آخه دکتر طرف از اون خر پولاست. پول داره که پول داره، به تو چه که پول داره؟ ببین شانس یه بار در خونه آدمو میزنه، میگی چی دروش ببندم؟ بابا یه اون من سگ دو زدم، یه اون جون کندم توی خیابونه سپه سالار تا تونستم یه بوتیک بالا شهر واسه هم دست و پا کنم. حالا چی دارم؟ دو تا زن و چند تا طلبکار. تو بگو دکتر، تو بودی برمیگشتی سر جای اول؟ تو نباید زن اون مردی که لندهور بشی، چرا نمیفهمی؟ ابله. اولا که ابله خودتی، دوما مگه این یارو چشه؟ چی کم داره؟ معرفت نداره که داره، پول نداره که داره، عاشقم نیست که هست، قد و بالا نداره که داره، دیگه چی میگی؟ پس داری معامله میکنی ها؟ چی عیبی داره؟ ها؟ هنوزی چی نشده داره یه آپارتمان توپ به نامم میکنه. الان مشکل جوانه چیه ها؟ تو به من بگو. مسکن، شغل، کار، آینده، غیر از اینه. پس آینده من چی میشه؟ من نمیدونم، به خودت مربوطه. تو عاطفه نداری، قلب که داری. بیا تا دیر نشده برات گردونم به زندگی خودت. ببین دکتر، خواهش میکنم دست از سر زندگی من بردار. شنیدی؟ الو الو الو، اوکی فدات شم. جون میده واسه یه زوج جوون عاشق. ممنون. من که هستم اینجا رو. به چی نگاه میکنید؟ هیچ. دوست داشتید اینجا رو؟ خیلی قشنگی. باید کار یه هنرمند باشه. بله، یه هنرمند چرب زبون دغلباز هرزه پست بی همه چیز. چقدر صفات تو ایشون جمعه. ببخشید ایشون کیتون بودن؟ نامزدم بود، یه آسمون جولی که نزدیک بود تمام زندگیمون به پاش بریزم. امون از این مردا. هنوزم دوستش دارم و نمیخوام اون بدونه. عزیزم نبایدم این چیزا رو به روی مرد آورد. من حالا حتی دیگه نگاش کنم، این آپارتمانم دارم میفروشم که تمام خاطراتش از ذهنم پاک بشه. از خواستم اینجا رو به نامش کنم. عزیزم خب عزیزم حتما قسمتش نبوده. درستم بعد از اون دیگه نتونم اینجا ببونم، برای همین دارم میرم. میدونم آی امون از درد جدایی. میدونستم من آخرین با سرم بذارم روشونه اون داره بدن اون سرتو بذار روشونه خودم. خوشه جان، خوشه جان، اوکیه. چی شده؟ اتفاقی افتاده فتاتون شد؟ نه هیچی نیست عزیزم، من برم این اتاق رو ببینم. اوکی پدر شم. خب خانم که این معاملش کنیم؟ بفرمایید من بنویسم. هرچی زودتر بهتر. دست از سر من ور نمیداری سریش. بابا بذار سرم تو لاک خودم باشه.
آقا گیری میخوای حرفی بزنی من برم. بشین. خیلی عوض شدی. من از وقتی چشامو باز کردم سرم تو کتاب و درس و این چیزا بوده. وقتی هم سرم آوردم بالا چشم افتاد تو چش پدر مادرم. من از زنها فقط مادرمو میشناسم. بهم حق بده. من از زنها هیچ شناختی نداشتم. خب حالا که شناخت پیدا کردی برو دنبال زندگیت. ای کاش میشد برگردیم به همون شب عروسی. خوش همون جایی نشسته بود که تو الان نشستی. یه چیزایی بهم گفت که آویزه گوشم کنم. گفت زنات تا قلبشون نزنه تن به هر کاری نمیدن. میدونم قلبت میزنه اما نمیدونم چی بهت میگه. حالا میفهمم تمام چیزی که ازم میخواست چتری بود که بالا سرش نگرفتم. خواهش میکنم هر خوبی و بدی از من دیدی منو حلال کن. امیدوارم تو هم به هر چی که میخوای برسی. خوشه عافیت باشه. فردا شب عروسیشه. خدا رو شکر میره سر خونه زندگیش. اه نگاه کن خرس گنده رو. مرد که گریه نمی کنه. خب منم دلم برای مادر تنگ شده ولی خب گریه که نمی کنه. به چی نگاه میکنی؟ میگن مرد از چشم عاشق میشن زن از گوش. آه پس من باید هر روز تو چشات نگاه کنم و بهت بگم نگاه نکن چیزی هم نگو. چرا؟ نمیدونم نگو دیگه. مهمونم منتظره. تو فکر میکنی ما دوتا در کنارم خوشبخت میشیم؟ چرا نمیشیم؟ من زندگیمو به پات میریزم. وقت بارونه. پیادشو بدت شم. پیادشو خانم رستگار. بله. میشه چند لحظه بیرون تشریف داشته باشه؟ چرا؟ میخوام با مریض خلوت کنم. خلوت کنی؟ به حق چیزایی ندیده آقای دکتر. بفرمایید. بیشتر از این نمیتونم بیهوش نگرد دارم. مغزت پاک شده. مجبورم با همون مغز خوشه بفرستمت بری. حیف اون مغز که تو کله ای تو. اما انگار چاره ای نیست. بفرمایید. بفرمایید. عمو جون.
میشه. یادت شب عروسی در گوشم گفتی اگه مرده هم باشی دم گوشت بهت بگم دوستت دارم زنده میشی؟ یادت؟ داری چی کار میکنی آقای دکتر؟ کی شما رو راه داده اینجا؟ کی؟ اینجا مگه کار بسر هست؟ بیرون! اطلاعات مغزی دختره بفرستینش خونه؟ چاره‌ای ندارم. حاضر. بله دیگه، همیشه در حق خانم‌ها ظلم می‌کنه. 3 2 چی شده برای که نمیبینم. وا، تو که با یکی دیگه عروسی کردی؟ خانم ایشون تو کمان، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. اجازه بدید لطفا. استغفر الله. بفرمایید کنار لطف کنید. آقای دکتر آزرنگ آخه این همون دختر است که قرار بود زن داداش من بشه. حیف شد آقای دکتر. شما اول مسئلتون رو با دکتر صد حل کنید، بعد میرسیم به خوش خانم. آم اگه بهتون نگفتم کارم با دکتر صد به کجا کشید؟ بله. واقعا خیلی دوستش دارم. شما پرستار ماهید یا پرستار دکتر صد؟ پرستار دکتر صد. حواستون رو جمع کنید، دوباره اشتباه نکنید. این کارا رو بلدیم آقای دکتر. حاضری؟ بله. 3 2 1 او. اینا رو از همون جلسه اول که اومدی پیش من نگفتی؟ فرصت دادین مگه؟ خیلی خوب، حالا دیگه شلوغش نکن.
تو خودت یه پا فرصت سوزی دکتر. از وقتی حافظه خوشه رو برگردوندم دیگه ندیدمش، رفته دنبال زندگیش، حالا سرگردونم. زنها موجودات ناشناخته ای هم، هیچ وقت نمیشه فهمید درونشون چی میگذره. یکیش خود من پر از حرفم، پر از احساس، پر از نگاه، پر از شور، پر از درد و بدبختی. حالا باید چی کار کنم؟ سر من امروز خیلی شلوغه. بفرمایید. بعدی لطفاً. مشکلتون چیه؟ پول خانم دکتر. همش حس پولو میزنم. نزدیک بود بخاطر همین قضیه دخترم بکشتن بدم. سر کیسه رو شل کنید. بله. من یه مادرم. مگه زندگی فقط تو مادر بودن خلاصه میشه عزیزم؟ دلم برای زنم تنگ شده. آخه دلم برای دکتری تنگ شده دکتر. میدونید اصلا همش تقصیر اون دکتر آذرنگ بود که منو به این روز انداخت. بله خانم دکتر. نمیدونم والا. همه میگن مشکلمون بچه است. یه بچه بیاریم به روزم سرش به خونه زندگی گرم میشه. همه جور دفع درمونی هم کردیم اما نمیشه. آخه همه سرم کلا میذارن. دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم. دیگه نمیخوام یه آدم جدید بیاد تو زندگی. پس اون انگشتر چیه تو دستت؟ رد گم کنیه؟ نه. این دفعه یه آقایی که اون به من اعتماد کرده. شما حواستون کجاست آقا؟ به عربه خاک آقا داشتم به توریزم فکر میکرد. ما بچه میخوایم چیکار؟ من خودش رو دوست. هفته دیگه با دکتر صدر ازدواج میکنم. خب مشکلتون چیه؟ هنوزم نگفته که دوستم داره. من آزارم به یه مورچه هم نمیرسه. راستش یه قلب دارم اندازه یه گنجشک. بله شما بمون. بعدی وای خدا، آقای داریوش فرهنگ خودتونی؟ سلام. شما دیگه چرا؟ خب منم مشکل دارم. مشکلتون چیه؟ دارم یه فیلم میسازم. نمیدونم میفروشه نمیفروشه. نمیدونم موضوعش چیه؟ عشق. شادم کم بودش. میفروشه. شما از کجا اینقدر مطمئن؟ میدونم. من این مردم رو خوب میشناسم. کارم همینه. من عاشق سلطان و شبانتون بودم. فقط آقای فرهنگ آخر فیلمتون مهمه. میشه بگید آخر فیلمتون چجوری تموم میشه؟ قوا هیچ وقت جدایی تو کارشون نیست. جدن؟ هیچ وقت هم دیگر رو گم نمی کنن. اگه یه وقت این اتفاق بیفته هر جوری که شده جفتشون رو پیدا میکنن. باش من یه قو بودم. مگه شما هم جفتتون رو گم کردین؟ خیلی دنبالش گشتم پیداش نکردم، اما انگار با پای خودش اومده. گفته بودم عادت دارم یه جاهایی رو سرزده میرم. من واقعا شرمندم. همینو میخوای بگم دیگه؟ نه. منم نمیخواستم اینو بگم. خفه شو اون چتر رو باز کن.